وزیر اتحادیه دولتی پاکستان که به کشور عراق سفر کرده، ضمن حضور در شهر نجف اشرف به بیت مرجع عالی قدر آیت الله العظما شیخ بشیر نجفی رفت و با ایشان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آیت الله العظما نجفی بر لزوم حل کردن مشکلات زائران عتبات عالیات که قصد سفر به کشور عراق و زیارت حرم ائمه اطهار علیهم السلام را دارند تأکید کرد. آیت الله العظما نجفی در این دیدار گفت: اطلاع داریم که زائران پاکستانی که قصد انجام سفر زیارتی به کشور عراق را دارند با مشکلاتی مواجه می شود. این مشکلات باید هرچه سریعتر حل شود. وی در ادامه افزود: مقام‌های پاکستانی و عراقی باید هرچه سریعتر با یکدیگر گفتگو کنند و گام‌های مؤثری را برای رفع مشکلات موجود بردارند. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده به مناسبت روز جهانی قربانیان خشونت علیه کودکان بیگناه نامه‌ای خطاب به کمیته ها و سازمان های مختلف حقوقی ارسال کرد. این نامه که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسید، در حالی ارسال شده که بسیاری از جنایت‌های رخ داده علیه کودکان بیگناه در عصر حاضر و در جنگ‌ها و درگیری‌های نظامی جاری در کشورهای مختلف منطقه توسط این سازمان ثبت گردیده است. سازمان مسلمان آزاده در این نامه سازمان‌های حقوقی بین‌المللی را به توجه بیشتر به کودکان بیگناه دعوت کرد. در این نامه به کودکان افغانستان، یمن، پاکستان، هند، مصر، لبنان و فلسطین که همچنان حقوقشان پایمال می شود اشاره شده است. نمایندگی سازمان ملل در افغانستان اعلام کرد سرمایه‌گذاری ناکافی و اندک که در زمینه کاهش خطر بلایای طبیعی سبب آسیب‌پذیری بیشتر مردم افغانستان شده است. اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا در افغانستان اعلام کرد که نبود راهبرد مناسب و کافی در خصوص شناخت خطر ناشی از بلایای طبیعی در افغانستان سبب شده تا شمار افراد آسیب پذیر در این زمینه بیشتر شود. اوچا در توییتی نوشت: طی 3 دهه گذشته در رابطه با برنامه سازی و آگاهی بخشی در خصوص خطرهای ناشی از بلایای طبیعی به ویژه سیل در افغانستان سرمایه گذاری کافی صورت نگرفته است. توییت می افزاید: این امر به افزایش آسیب پذیری مردم افغانستان در مقابله با بلایای طبیعی از جمله سیل کمک کرده است. به گفته مقامات هیئت حاکمه افغانستان، این کشور در سال گذشته میلادی 2 میلیارد دلار به خاطر پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیب دیده است. وزیر امور خارجه آلمان طرح بررسی روند پناهندگی در مرزهای خارجی اروپا را که بروکسل پیشنهاد داده بود، تنها شانس واقعی برای نظم دادن به سیاست پناهندگی در اتحادیه اروپا دانست. روزنامه فرانکفورتر در گزارشی نوشت: آنلنا بایربوک، وزیر امور خارجه آلمان، برای طرح بررسی اولیه مراحل پناهندگی در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا اعلام آمادگی کرده و در عین حال برای منفی نشان ندادن این درخواست خود بر لزوم پایبندی به مسائل حقوق بشر در اجرای این طرح تأکید کرده است. کشورهای اروپایی قواعد بسیار سختگیرانه ای را علیه پناهندگان در دستور کار خود قرار می دهند. با توجه به افزایش تعداد پناهندگان، آلمان و لهستان کنترل خود را در امتداد مرز مشترک گسترش می دهند. نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان، در سفر اخیر خود به لهستان گفت که هر دو کشور می خواهند کنترل مرزی را تقویت کنند. وی تاکید کرد:
برای این منظور باید کارکنان بیشتری مستقر شوند و کنترل‌های مشترک در قطارها و ترافیک هوایی داخلی گسترش یابد. با این حال وی تأکید کرد که هنوز هیچ کنترل مرزی ثابتی وجود ندارد. وزیر کشور آلمان همچنین اخیراً بر لزوم دستیابی سریع به توافقی درباره مسئله پناهندگان در اتحادیه اروپا تأکید کرده و درباره به خطر افتادن منطقه شنگن در صورت عدم موفقیت در این زمینه هشدار داد. نانسی فایزر وزیر کشور فدرال آلمان امیدوار است در ماه ژوئن در مورد اصلاحات پناهندگی که سالها در اروپا بحث برانگیز بوده توافقی به دست آید. بلژیک با تصویب قوانین سختگیرانه‌ای اعلام کرد دیگر از پناهجویان افغانستانی زیر سن قانونی حمایت نمی کند. دولت بلژیک اعلام کرد از پناهجویان افغانستانی که زیر سن قانونی هستند حمایت نمی کند و در همین راستا طی چند ماه گذشته شمار درخواست‌های رد شده نوجوانان افغان افزایش چشمگیری داشته است. بر اساس این قانون بروکسل تنها به دسته کوچکی از پناهجویان افغانستانی که از سن خیلی کم به این کشور وارد شده اند و آنهایی که از آسیب‌های جدی رنج می‌برند پناهندگی اعطا می‌کند. این سیاست جدید باعث شده تا افغانی‌های زیر سن قانونی نیز مجبور باشند مانند افراد بزرگسال درخواست پناهندگی دهند. با توجه به اینکه مطابق با قوانین اروپایی بلژیک نمیتواند این نوجوانان را به افغانستان بفرستد، بسیاری از آنان بدون مدارک و حمایت‌های اجتماعی در بلا تکلیفی به سر میبرند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، اگرچه راهپیمایی اخیر فعالان راست افراطی در پاریس جنجال برانگیخت، اما استفان فرانسوا دانشمند علوم سیاسی میگوید که ما باید نگران افراطگرایانی باشیم که کمتر شناخته هستند اما خطرات بیشتری برای جامعه به ویژه برای اقلیت مسلمان دارند. این دسته از افراطگرایان که شتابگرایان نیز نامیده می شوند می خواهند یک جنگ نژادی را در فرانسه به راه بیاندازند تا یک شوک متقابل ایجاد کنند و مسلمانان هدف اصلی آنها هستند. از جمله این افرادگرایان می توان به آندرس برویک تروریست نروژی و برنتون تارانت عامل تیراندازی در مسجد کریسچرچ نیوزلند در سال 2019 اشاره کرد. استفان فرانسوا در ادامه افزود دولت فرانسه به جای تمرکز کردن بر تروریسم راست افراطی که به ویژه به صورت آنلاین بسیار خطرناک شده است بر یک ادعای واهی به نام تروریسم اسلامگرایانه تمرکز کرده است. در پایان گفته نیست در میان همین ترس هایی که ریشه در بحران مهاجرت و تروریسم بین المللی نسبت داده شده به مسلمانان از سوی غرب دارد، احزاب راستگرا طرحهای جنجالی از جمله کنترل شدید مساجد و یا حمله به آنها را به شدت دنبال می کند.